مثل بله بله ما حالا به همون یواش یواش به این میرسیم به حرفتون هم درسته کاملا خیلی ممنون خب جواب گفتن مؤمن سنی کافر جبری را سنی حالا سنی کافر یعنی اینجا در حقیقت کسیه که به سنت پیغمبر و به سنت پیغمبر ایمان داره و در ثبات اختیار بنده دلیل گفتن سنت راهی باشد کوفته اقدام انبیاء علیه السلام بر یمین آن راه بیابان جبر که خود را اختیار نبیند و امر و نهی را منکر شود و تأویل کند و از منکر شدن امر و نهی لازم آید انکار بهشت که بهشت جزای مطیعان امر است و دوزخ جزای مخالفان امر و دیگر نگویم به چه انجامد که العاقل و یک فل اشاره و بر یسار آن راه بیابان قدر است که قدرت خالق را مغلوب به قدرت خلق داند و از آن فسادها زاید که آن موقع جبری برشمارد دو تا مکتب رو مولوی اینجا میخواد باهاشون یه جنگی بکنه جنگ که در حقیقت میخواد نفیشون بکنه یکی مکتب جبریونه و یکی مکتب اختیاریون جبریون همین آقایی که ایشون بهشون میگن موق اون کسی که اهل فقط همش جبر مکتب قدر یا قدریون کسایی هن که میگن همه چی اختیاره خب و اینجا مولوی داره با این مسئله با این دوتا مسئله شروع میکنه بحث کردن آخرش آقای زاوش هم از اون طب باشون صحبت کردم یه روایتی از امام صادق که میگن که همه چی بینه نه جبره نه اختیار این هم حواستون به همه اینا باشه داستان رو میخونیم بعد ببینیم که آخر سر چه نتیجه ای ازش میتونیم بگیم به عبارت دیگه هم جبر همه هم جبر همه بله خب گفت مؤمن بشنو ای جبری خطاب آن خود گفتی نکاوردم جان مؤمن بهش میگه که ببین اون حرف خود تو حالا زدی حالا حرف منم بشنو بازی خود دیدی شطرنج باز بازی خصمت ببین پهن و دراز میگه تو مو به خودتو کردی این بازی شطرنج حالا اینجا خصم یعنی دشمن در حقیقت یعنی آدمی که مخالف تو داره بحث میکنی و پهن و درازم یعنی بحث عریض و طویل منم گوش کن نامه عذر خودت برخوانده ای نامه سنی بخوان چه مانده ای یا حالا عذر خودت رو آوردی حرفای خودت رو زدی اینجا بیا نامه ای که یا حرف یه کسی که به سنت پیغمبر هم ایمان داره بخوان به حرف من بالاخره گوش نکته گفتی جبریانه در قضا سر آن بشنو ز من در ماجرا همه حرفای تو جبریانه یعنی با توسل به اینکه همه چی به ما امر شده همه رو گفتی قضا و قدر هم توش آوردی حالا از من بشنوی اختیاری هست ما را بیگمان حس را منکر نتانی شده میگه مطمئنن یه اختیاری هستش ما اختیار هم داریم و حس را ممکن نتانی شد ایان اینجا حس لمسی ما در حقیقت نیست یه عبارتی بهش میگن وجدان فکری حالا بهش میرسیم بعدا دوتا باز طرز فکر هست به حالت این که ما یه عبارت این که میشه وجدان حسی و وجدان فکری در حقیقت وجدان حسی
چیزیه که میگن به نتیجه رسیدنش چجوری بگم بهتون. مثلا اگه شما میخواین بگید که الان اینجا اکسیژن هست داریم نفس میکشیم، کاری که میکنیم یه نفس میکشیم، این حس نفس کشیدن رو ما میگیریم، بعد میگیم بله اینجا ما میتونیم نفس بکشیم چون اکسیژن هست. خب این چیز. ولی یه موقع هست شما مثلا میگید خدا هست. Can I help you؟ میتونی بگیم خدا هست. شما این خدا هست رو هم میتونید از طرف حس برید، هم که از طرف این دلتون و فطرت خودتون برید که میگین من میدونم بالاخره یه خدایی هست. این میدونم یه خدایی هست، کسی نمیتونه به شما بگه خب اگه بگه بهتون نشون بدید، میگی من نشونه هاشو میتونم بگم، این حالت صورت بی صورت رو یه موقعی قبلا هم گفتیم، ولی میگی من تو دلم میدونم این هست. اون وجدان فکریه که رابطه نمیخواد، هیچ رابطه ای نمیخواد که شما بخواید ثابتش کنید. خب سنگ را، حالا مولوی یه سری مثال اینجا میزنه، میگه سنگ را هرگز نگویی کس بیا، از کلوخی کس کجا جوید با. میگه ایش وقت به سنگ تو نمیتونی بیگی بیا پرومه، از سنگ هم هیچ وقت وفای به ان نمیتونه بخواد. حرفی که داری یه جوری میزنه حواستون باشه اینه که شما امر و نهی کردنه که در زندگی میکنید، امر و نهی که میکنید، میدونید که امر و نهی دو تا حرفه، یکی اینکه انجام دادن امر و نهیه که مثلا تشریف بیارید اینجا، یکی اینکه به کی این امر و نهی رو بکنید، یکیش حسیه یکی فطریه. این که من میدونم اگه من به این مثلا صندلی بگم بیا اینجا نمیاد، این چیز فطریه منه، چون میفهمم اینو دیگه درک نمیخواد. ولی وقتی مثلا میگم شما مثلا تشریف اینجا بشینید، این امر و نهیه که با جبر حسی من کار میکنه. به چه منظور دارید این استفاده میکنید؟ من حواسم باشه حتی اینکه قوه فکری و حسی داره کار میکنه. خب پس دست بذارید روش رو اون. اوکی وقتی بگیم حسی های این نیست که ما میتونیم اون چیزا رو با پنج حس خودمون لمس کنیم، 100%. و وقتی میگیم فطری اون چیزی نیست که بتونیم با اون پنج حس، 100%. درست میگیم. مثالی که زدم هم مثال بسیار پیش پا افتاده بود، فقط میگم حتی اون مثالی هم که من میزنم یه جوری ناقصه، چون من صندلی رو میبینم و درک میکنم. میفهمی چی میگم؟ سنگ را هرگز نگوید کس بیا، از کلوخی کس کجا جوید وفا، آدمی را کس نگوید هین بپر، یا بیا ای کور تو در من نگه. خب همه اینا پس فعلا ما داریم درست شلو میدیم. گفت یزدان ما علل اعما حرج، کی نهد بر کس حرج رب الفرج. مصرع اول اینه که خداوند گفته بر آدم کور جهاد و جنگ واجب نیست. خب و خداوندی که رب الفرجه، گشاینده تمام گرفتاری‌های ماست، کی نهد بر کس حرج؟ آدم ها چجوری میتونه هیچ وقت خداوندی که کارش باز کردن گره‌های ماست ما رو تو گره نمیندازه. متوجه حرف شدی؟ مصرع دوم خب کارش اینه که باز میکنه گره‌ها رو. خب میرسیم بهش که سوالتون خوبه، حواستون باشه. کس نگوید سنگ را دیر آمدی، یا که چوبا تو چرا بر من زدی، یا که چوبا
تو چرا بر من زدی؟ میگه هیچ کسی به سنگ نمیگه که دیر کردی، به چوبم نمیگه چرا من خوردی. این چنین واجست ها مجبور را کس بگوید یا زند معذور. اینا رو میگه، این باز و خواستا رو، خب؟ بله، جستجو میکنی. این چیزایی که همش میپرسی رو معمولا آدمی میکنه که میدونه طرفش میتونه یه عذری بده، درسته؟ شما ماشینتون صبح روشن نشه، ماشین نمیگی چرا روشن نشدی، میری یه جوری دنبال یه چیزی میگردی که ماشین رو روشن بکنی. حتی این روزا با ماشین هم بعضی موقع میشه حرف زد. حالا بگذاریم. امر و نهی و خشم و تشریف و عطا نیست جز مختار را، عتیب در حقیقت. امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب نیست جز مختار را، ای پاک جد. میگه که پاکجک میشه آدم پاک دامن. میگه همه این حرفا که زدم، امر و نهی و خشم و تشریفات و این چیزا، اینا همش آدم های مختار میتونن این کار رو بکنن، آدم هایی که اختیار دارن. اختیاری هست در ظلم و ستم، من از این شیطان و نفس این خواستم. میگه که در ظلم و ستمی هم که، حالا اینجا ظلم و ستمیه که ما به خودمون میکنیم، یه اختیاری هست توش. یعنی ما با اختیار خودمون ظلم و ستم رو به خودمون انجام میدیم. یعنی من از این شیطان و نفس این خواستم. حالا خواست من یا صحبت من، از وقتی صحبت از نفس و شیطان میکنم، من منظورم اینه که اینها رو من با اختیار خودم به راهی که اینها حالا وسوسه‌ام کردن میرم. متوجه حرفم شدیم؟ خب. اختیار اندر درونت ساکن است، تا ندید و یوسفی کف را نخست. میگه این اختیار یه چیز فطریه، یعنی اصلا به ماها داده شده. تا اینکه کسی، و مثال هاره میزنه، تا موقعی که میگه اونا یوسف رو ندیدن، دستاشون رو نبریدن. اون زن وقتی یوسف وارد حرم سرای حالا اون پادشاه شد، فرعون شد، دستاشون رو اینا شروع کردن بریدن. میگه تا اینا ندیدن این کارو نکردن. اختیار و داعیه در نفس بود، روشتی آنگه پر و بالی بشد. میگه اختیار و اینجا داعیه یعنی انگیزه، خواستن یا اینا تو نفس اینا بود، وقتی اینا دیدن این اختیار پروبارش باز شد. تو هم مثال همینو داره میزنه. ما فکر ما داستانمون اینه که چیزی که میشنویم یا به خودمون میگیم، اینا انقدر اینا مبهوت چیز شده بودن که اینا شروع کردن از خودشون رو بریدن، درسته؟ ولی مولوی حرف دیگه ای میزنه، میگه اینا اگه ندیده بودن نمی کردن. پس اختیارشون با نفس برانگیخت این اختیار اینا رو که دستشون رو ببرن. It is. راست هم میگید. چرا؟ چون ما داریم میگیم وقتی که من مدهوش چیزی میشم، اگه حواسم به چیز دیگه نیست، پس این اختیار نیست، این یه حالت جبریه، بی اختیاریه. ولی مولوی داره اینو به حالت این میاره که این هم یک اختیاره. حالا بزنیم بریم جلوتر ببینیم چی میگه.
سگ بخفته اختیارش گشته گم چون شکن به دیر جنبانید دم. بازم میگه، میگه سگ خوابیده باشه اختیار زیاد از خودش نداره، ولی به محض اینکه یه غذایی یه چیزی بوده ولی اون جلو شروع میکنه دومشو تکون دادن. اسب هم هو هو کند چون دید جو، چون به جنبت گوش گربه کرد من. پس حالا پس همه اینا، پس این دیدن این خانوم ها وقتی که یوسف رو دیدن هم داره میگه ببین اینم یه چیزی اینو تحریک میکنه، اینا همه این کاراشون از روی اختیار خودشونه، دیدن باعث این میشه. بله دیدن اون خانوما در اون مجلس یوسف چیزی بودش که زلیخا میخواست ثابت کنه که من اگر کار خلاف کردم علتش اون زیبایی یوسف بوده که من این کار کردم، یعنی میخواست تقصیر رو از خودش بکشه. در نتیجه اون مهمانی رو داد که یوسف، یعنی همه ببینن که در مقابل یوسف چه هستن. درست. خب یعنی اینکه پس بنابراین یه مقداری از اختیارشون خارجه. من برای این اینو چی میکنم؟ میفهمم. میخواست ثابت کنی که باز دوباره بذارید از اول این، چون قرآن رو بخونید. سب قبل اینکه بخوام بذارید اینجا رو ما اول برسیم بهش بعد میرسیم به قرآن. قرآن رسیده به این چیز، به این چیز هاشون میدونم. سب کنید اول استدلالمون رو بکنیم بعد به قرآن هم برسیم. یه دقیقه سب چی میگه؟ میگه که میگه که ما وقتی که با حسمون میفهمیم اتفاقی داره میفته، اختیار ما شروع میکنه به جنبیدن، حرکت. یعنی شما با حس یه چیزی رو درک میکنید، یه مفهومی رو، و بعد اختیارتون یه عملی از شما سر میزنه به خاطرش، یا سر نمیزنه. مولوی اینطوری داره اینو میگه. حالا دو سه تا مثال زد، مثالای پیش پا افتاده رو میزنه به حالت این که بخواد بگه همین اکشن عمل و عکس العمل رو داره برای ما باز میکنه. همین که ما نسبت به عکس العملمون میتونیم اختیار داشته باشیم. حالا مثال بسیار اکستریمی زده وقتی که داستان یوسف و زلیخا رو داره میگه، به خاطر اینکه ما همه باورمون اینه که اونا بی اختیار این کار کردن، اما نسبت به فرضیهی که مولوی داره میذاره اونا با اختیار این کار کردن. چرا که نفسشون وقتی که اینو میبینه فرمان اینو به حالا به حسشون داده که این کار رو بکن. متوجه این چی میگن؟ یعنی داره یه جوری اینو میخواد ثابت کنه از لحاظ اینکه ما باز هم اختیار اینو داریم که وقتی اگه نفسشون رو اینا کاملا سفت گرفته بودن اون اتفاق هم نمیافتاد. بله. مبارزه نفس نیست با خدا آدم تو اون مکانی که وجود دارن این شرایط رو به صد درصد صد درصد. ولی وقتی ما تصمیم، ولی وقتی ما آزاد میذاریم نفس رو تا یه حدی، یه سری از اتفاقام که برامون میفته حرفش هم اینه، این اتفاقا که میفته باز اختیار ما بوده که این اتفاق میفته. یه ذره بالاتر بخونین چی میگه؟ میگه که اختیاری هست در ظلم و ستم. و این ظلم و ستمی که داره میگه در حقیقت ظلم و ستمی که نفس و شیطان با ما میکنن، یه اختیاری تو این مسئله هست. نمونه من میتونم بدم. سوال برای هم بوده چجوری یکی، یعنی این همه آدم این نفسا اینقدر شبیه هم بوده که یکی حتی این کارو نکرد، همه دستشونو بریدن. خب ما هممون هم از یه گوهریم، راستشو بخواید، یعنی فرقی نمی‌کنیم زیاد از لحاظ بفهم. ببینید
ببخشید یه نمونه ای برای روشن شدن میخواستم بگم روزی گرفتن گرسنه هست انسان غذا هم هست اختیار داره که یا بخوره یا بشکنه روزش رو یا نکنه اینجا اختیار با وجود که در مقابل جبر وجود غذا و گرسنگی قرار گرفته است نیست بله اگه اجازه بدید من دو تا مسئله قرآن میدونم دقیقا همین کار کرده یه جایی قرآن میگه که لا تست خدا من درقش الا یعلم خود هیچ برگه از درخت جدا نمیشه به جز که خدا میدونه بله یه جایی دیگه میگه که انا هد انا هم سبی اما شاکرم اما کفیرم میگه ما راه رو داریم چاه رو هم داریم شما انتخاب میکنیم پس دقیقا همین حرف مولوی رو یه قرآنه که هم جبره که قوانه طبیعت جبریه ولی یه اختیاراتی هم به شما داده که بتونید اون جبر رو کنترل کنید در حد خود مرسی بله بله من فکر کنم اینجا الان این جواب مؤمنه این لزوما خود مولانا نیست که داره صحبت میکنه مولانا داره از طرف مؤمن نقل قول میکنه که مؤمن داره میگه در باطن وقتی یکی هوشیار باشه این در واقع اختیار داره و موقعی که میگه تا ندید او یوسفی کف را نخست کف به معنای پایینه یعنی اون چیزی که در اعماق روح ما هست مثل یوسف میونه ته چاه که کف اونجا کف اینا کف دستشون رو بریدن یعنی اینو معناش یعنی کف دریا رو شما میگید من فکر میکنم کف به معنای پایینه مثلا وقتی میگن کف نه اینو کف دستشونه نخستم یعنی بریدن چون توی داستان یوسف توی چاه پیدا میشه خب میدونم ولی این یه داستان دیگه هم سه چهار تا داستان داریم از نظر یوسف من یکی نظر من فکر میکنم که این الان جواب مؤمنه که میخواد بگه هر کسی که هوشیار باشه این اختیار داره ولی درسته از دیدگاه آدمهای جبری که خیلی هم زیاد هستن خیلی از دانشمندا از زمان ابوعلی سینا و توی قبل از اون فکر میکنن که ماتریالیست هستن اینا فکر میکنن که هر پدیده‌ای که در ما به وجود میاد و هر احساسی و هر عکس العملی که داریم میشه اینو به صورت فیزیکی توضیح داد و اینا فکر میکنن تمام دنیایی که ما توی زندگی میکنیم از زمان بیگ بنگ تا الان مثل دامینو این داره پیش میره و ما واقعا هیچ قدرتی نداریم که بتونیم ما فقط تأثیر گذاریم و خیلی بحث قوی هست توی شما دانشگاه ها یا خیلی ها که صحبت بکنید اینا خیلی اینو باور دارن بله حالا اون بیگ بنگ یا مهبانگ که حالا مثلا زده و ما اینجا اومدیم اونم هست بله حالا ببخشید مولانا یه شعر دیگه هم داره میگه پای استدلالیون چوبی بود پای چوبی بس یک سنتی بود حالا ما اینجا میگم ببخشید داره سه چهار تا چیز با هم دیگه یه جورایی هم داره قاطی میشه استدلالیون مولانا داده حالا اون استدلالیون البته جواب حرف ایشون نیست به خاطر همین ولی با این که ببینید سه چهار تا نظریه هست دیگه درسته ما اینجا تکسل بعضی میگم ما تکسل بودی بودیم بعد اینطوری شده و به این حالت به وجود اومده بعضی ها میگه بیگ بنگ شده و مشکل همه این نظریه ها به یه جایی میرسه که به اوریجین چون اینتلیجنس این سیستم رو هیچکی نمیتونه یعنی هوشیاری که این سیستم داره رو هیچکی نمیتونه بتونه براش توضیح بیاره ببینید من این ریفرتون میکنم به آینستاین وقتی که تئوری رلاتیویتی و همه رو هم داد بیرون و واقعا هم همه پذیرفتن و اینا آخر سرش یعنی اواخر عمرش یک کد داره که این میگه تمام این حرفا رو که من زدم من نمیتونم دینای کنم که یه اینتلیجنسی بالاتر از اینا هست بیشتر این دانشمندایی که شما میگید بیشترشون فیزیکدانان هم فیزیکدانان کسایی هم که اینجا هم صحبتش رو قبلن هم کردیم کسایی هم که اندازه واسه شون خیلی مهمه یعنی همه چی باید یه علت و معلولی داشته باشه
و اینا میتونن همه چی رو توضیح بدن. ولی بعضیا وقتی نتونستن چیزی رو توضیح بدن، اگه ببینید بیشترش خودشون کشتن، یا بعضیاشون میان به حالت و میرسن به این یعنی عرفان براشون یه جاییه که میتونن اون ناگفته ها رو برا خودشون. من فقط خواستم اینو بگم که ما توی مسجد هستیم و الان توی مدارس این چیزی که الان ما باور داریم اینا اصلا اعتقاد ندارن. خیلی اینجا الان اِوولوشن درس میدن توی مدارس، اون چیزی که الان شما گفتیم به اسم اینتلیجنت دیزاین، چیزی که الان توی چرچ ها اینا الان خیلی از پدر مادرها خیلی اختلاف دارن سر اینکه این جریان توی مدارس و توی دانشگاه ها الان اینا تدریس نمیشه. ما اینجا جزء خیلی اقلیت ها هستیم و توی خیلی حرف تو نمیفهمم. من تو مسجد هستیم، اجازه بدید دقیقه صبر کنید. آیه میخوام بدونم منظورتون چیه. من میخوام چون به نظرم میاد که خیلی زیاد ما الان اینجا اکثریتمون اختیاری هستیم، ولی وقتی میریم بیرون از اینجا پامونو که از در میذاریم، اینجا الان جامعه‌ایه که اکثرا جبری هستن توی مدارس، توی دانشگاه. این طوریه که علم الان اینجوری داره تدریس میشه. چجوری جبری از اینجا ما پامونو میذاریم بیرون؟ این که اصلا اینتلیجنت دیزاین اصلا تدریس نمیشه اصلا توی دانشگاه، این الان منسوخ شده. خب ولی این چه ربطی به جبری بودن و اختیاری بودن داره؟ شما تدریس مدارس رو که نمیتونیم وسط بگید به خاطر اینکه تو مدرسه تدریس نمیشه به خاطر همین اینطوری نیست. نه، من میخوام بگم که جبریون خیلی قوی تر از اون چیزی هستن که به نظر میاد. خیلی هستن اینجا، اکثریت جبریون هستن و ماها و چرچ ها کسی آدم های مذهبی ما خیلی کم تعدادمون که ما باور داریم واقعا خدا به ما اختیار داده. اونا فکر میکنن که اینتلیجنت دیزاین و اون ایده‌ای که کلاک میکر، یعنی که میگن اون دنیا، شخصی که ساخته دنیا رو حتما یه شخصی بوده که درش یه اینتلیجنس بوده که یه اینتلیجنس دیزاین داشته. اصلا توی علم الان خیلی کمن از دانشمندانی که این عقیده رو داشته باشن. خب ولی هستن. اجازه بدیم یه کلام فقط بگم. بیس که شما قرار میدین کلی ماها اِوولوشن رو کاملا قبول داریم. یعنی من شخصا دقیقاً اِوولوشن رو قبول دارم، بیگ بنگ رو قبول دارم، ولی هیچ کدومش مغایرت با قرآن نداره. قرآن اِوولوشن رو قبول داره. اینه که یه سری سنتی ها رو بذاریم کنار ممکنه. حالا ما الان بحث رو من نمیخوام، ولی اینکه حالا شما اینا رو با هم یه جوری هماهنگ کردیم توی توری خودتون، ولی یه چیزایی که هست توی قرآن مثلا میگه آسمان بر مبنای ستون‌هایی هست، یا ما کوه‌ها رو بر مبنای یه میخی قرار دادیم که زمین رو ساکن کنن. تئوری که مذهبی ها داشتن توی بایبل و قرآن از تئوری دنیا با تئوری نوین که از این دنیای کروی داره فرق داره. حالا ولی بحث این که الان اینجا اینو داره مؤمن میگه، حرف مولانا نیست. حرف مولویه، به خاطر اینکه خودش هم میگه نسبت به جوابی که مؤمن میده جوابیه که بعداً خودش هم اونو تایید میکنه از لحاظ چیزی، ولی حالا نسبت به اون جلوتر میریم و براتون هم مشخص‌تر میشونیم. خب بریم جلو. میگه اسب هم هو هو کند چون دید جاو، چون به جنبت گوش گربه کرد ما. دیدن آمد جنبش آن اختیار، همچون نفخی ذاتش انگیزت شرر. میگه پس همه این اختیاراتی که تحرک، یعنی که شروع کرده به جنبیدن و تحرک داشتن، اینا از دید و دیدن شروع میشه. مثل اینکه یه کسی که بخواد آتیش رو شروع بکنه از یه دمیدنی شروع میشه و باید به یه آتیشی ما بدمیم که این آتش بتونه شروع کنه به شعله ور شد. پس بجنبد اختیارات چون بلیس شد دلاله.